مسائل کلیدی قرآن که متاسفانه خوب دیده نشده اینه که آدم ها اگر با خدا عهد میبندن باید با حرفشون وایستن. هر عهدی این ویژگی رو داره. شما وقتی قرارداد با یه نفر مینویسی هزینه فسخ داره. چرا؟ چون وقت طرف رو تلف کردی، سرمایه‌اش رو تلف کردی. یکی از این عهدای محکم که تو قرآن بسته میشه عهد امامته. 124 بقره رو وقتی نگاه بکنید میبینید خدا از امامت با عنوان عهد یاد میکنه. قرآن این همه تاکید کرد بر پدر مادر برای اینکه ما ولایت پذیری یاد بگیریم. میگه زد تو گوشت حق نره بگی اوف. چی میخواد بهت یاد بده؟ میخواد از قبل این به یه چیزی برسی. وقتی جلو پدر مادر که دوستش داری، که مطمئنی دوستت داره، دلش برات میسوزه، هرچند اشتباه داره فکر میکنه. یعنی مثلا میخواد شما فلان رشته رو انتخاب کنی، میگه نه، باید تو حتما پزشکی بخونی. تصمیم غلطه، اما مبناش چیه؟ پاکه. داره چه آموزشی بهت یاد میده؟ یه ننه بابایی که مطلقا دیگه اینجا اشتباه نمی کنن. منو علی بابای این مردمی. چیه خدا وکیلی کسی از تو جهان اسلام جرأت کنه بگه از علی کسی هم شجاعتر بود؟ جرأت بکنه بگه از علی کسی عادلتر بود؟ جرأت بکنه بگه از علی کسی قاضیتر بود؟ جرأت کنه بگه کسی از علی انسب بود، نسب بیشتر نزدیکتر به پیغمبر داشت؟ جرأت بکنه بگه از علی اعلم بود؟ انا مدینه العلم و علیون باباها. جرأت کنه بگه از علی فقیهتر بود؟ جرأت کنه بگه از علی مفسرتر بود؟ بگه بچه مرگتون بود. آقای کعبه شکافته میشه تو خانه کعبه، جلو چشم همه به دنیا میاد. چون خدا او رو برتری داده، میخواد بستره که انسانی که حسادت داره. حسادت اول داستان خلقت آدم بوده، یعنی بس مردم ابنای بشر تا آخر داستان همینه. وقت میخوایی نسبت به ولی فقیه بنده خدای مظلوم حسادت نکنن بعضیا؟ میترکه در مقابل امر ولایت، میمیره، هزار بهونه میاره. به قرآن فقط حسادته. حسادت به کسی که خدا به ظاهر نگاه میکنی میبینی بی دلیل او رو به تو ترجیح داده، این پست‌ترین نوع حسادت. یعنی مهلت نمیده به آدم، آدمو نابود. مردم گفتن خدایا حجت خودت رو بفرست، اما خدا نمیفرسته. چرا؟ چون باید قبلش آزمایش بگیره. 11 مرتبه قبل از اون حجتش رو فرستاده، چی شده؟ مردم چه گلی به سر اون بزرگواران زدن؟ شما جز اینه که امام رو برای این میخواید که دین من و خدا رو بهتر بفهمیم، خب حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. دین که ثابته، مشخصه. شما فکر کردید امام زمان بیاد مثلا نعوذ بالله اجازه میده که مردم عرق بخورن؟ امام زمان بیاد مثلا حکم زنا رو عوض میکنه؟ امام زمان بیاد احکام شریعت رو جابجا میکنه؟ نه خیر. ما برای اثبات حسن نیتمون به خداوند متعال و امامش سراغ فقها رفتیم. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. مسئله ما مسئله کودکان بازیگوشی بود که میزدن لامپ تیربرق رو میشکستن و گوی این بچه ها تربیت نشدن و از نور خوششون نمیاد، از ظلمت انگار خوششون اومده. اون لامپو شکستن، خودشون تو تاریکی میخورن زمین، دست و پاشون میشکنه، اما نمیفهمه. اوغلای بین اهالی اون محل پیدا شدن و گفتن، رفتن اداره برق، گفتن آقا جان این بچه ها نمیفهمیدن، ما باشون صحبت کردیم، حالا فهمیدن اشتباه میکردن. این چند وقتی که اینا هیچ کسی بالا سرشون نبود، هیچ نوری نداشتن، اذیت شدن، بیاید دوباره لامپو بزنید. گفتن نمیشه. 11 بار اومدم بهترین پروژکتورها رو اونجا زدم، بچه‌هاتون زدن شکستن. بچه‌های شما بی تربیتن، نور رو دوست ندارن، اساساً با نور مشکل دارن. اینها ریش گرو گذاشتن، گفتن قول میدیم ما جلوشون رو میگیریم دیگه این کارو نکنن، تربیتشون کردیم. اداره برق گفت من پروژکتور نمیارم چون ممکنه بشکنن، ریسکش بالاست، چون این آخرین لامپ پروژکتور ماست. گفتن چه میکنید؟ گفت میام یه لامپ 50 میزنم، یه لامپ 100 میزنم. درست تفاوت بین لامپ 50 و 100 و پروژکتور خیلی زیاده، اما جنسش از جنس نوره. هر کسی که نور دوست داره، همونقدر که از پروژکتور خوشش میاد، از اون لامپ 100 هم خوشش میاد. با فرض این و قبول این که بله، مثل یک پروژکتور نمیتونه نور افکنی بکنه و راه گشایی بکنه،
مثال امامت و نبود ولی معصوم و رجوع به فقها و مراجع و مجتهدین مثال همین داستان بود. در غیبت هست تا که منافقان رو می شوند، در غیبت هست که این قده های چرکین بروز می کنن، می ریزن بیرون و ذات خودشون رو نشون می دن. توی بدترین عصری که خیلی ها ترسیدن و آرزو می کنن تو آخر زمان نباشن، به دنیا اومدیم از این بعد با شیرینیشو به چشی بابا، شیرینیش اینه که بتونی به ظهور کسی برسی که امام صادق گفت ای کاش من میتونستم خدمت او بکنم. بابا میخوای یه کالا بخری 10 جا تحقیق میکنی، از این بپرس از اون بپرس که چی ضرر نکنی، مهمه که خسارت نبینی. یه کالا دیگه دیدم سر زور یخ فروشه با یه تب و تابی داره داد میزنه که یخاشو بفروشی. رفتم جلو گفتم چه خبر انقدر تلاش میکنی؟ او سرمایم داره آب میشه. زدم سر خودم گفتم خدای عمرم داره تموم میشه، بزرگترین سرمایه زندگیم داره آب میشه، هیچ کاری نکرد. من و شما برای شناخت امام زمان چیکار کردیم؟ یه چیزی شنیدم خدا کنه دروغ باشه، چند تا دبیرستان دخترونه نظر سنجی کردن شما دوست دارید امام زمان بیاد یا نه. خیلی ها گفتن نه. چرا؟ چون اولا من و توی بزرگتر برای شناخت آقامون قدمی بر نداشتیم، دوما چیزی یاد بچه‌هامون ندادیم. ولی دشمن مثل من و شما بیکار نشسته، یه جوری علیه امام زمان تبلیغ کرده که جوونا علاقه به ظهور نداشته باشه. مگه نمیگم برای آیندهتون برنامه ریزی کنید؟ مگه جوان‌ها دنبال اکسیر خوشبختی نیستن؟ مگه 100% هم دنیای فکر کنی امام زمان بیاد به نفعت؟ رو تحقیق کن، راجب اون بخشی که دوست داری تحقیق کن، راجب وضعیت پیشرفت علم بعد از ظهور، وضعیت معیشت مردم، ارتباطات انسانی. خوب گوش کن، اینکه ظهور جوری تو ذهن من و شما تعریف شده که بازگشت به دوران عرب جاهلیت و جنگ و خون ریزی و چه ها و چه ها رو تداعی میکنه، این کار دشمنه. آقا علم و دانش 27 قسمه بخشه، همه اون چی که پیامبر تو حالا آوردن 2 قسمشه، 2 حرفشه، یعنی 25 تاش مونده. وقتی حضرت زور میکنه اون 25 بخش باقی مونده رو نمایان میکنه، بین مردم نشر و گسترش میده، یعنی علم به نهایت رشدش میرسه، یعنی به علم امروزمون میخندیم. حالا شما بگید این پسرفت یا پیشرفت؟ ملعون اون کسی که وقت نمیذاره اصلا صدی نماز بخونه، صدی بلوله، این مسجد بره تو اون مسجد، چه فایده ای داره؟ امروز تو چه کاری از دستت بر امام زمان برمی؟ چی کار داری میکنی براش؟ دست چند نفر رو گرفتی؟ ترک چند تا گناه کردی بر امام زمان؟ نمیخواد آقا، تو نمیخواد بر زور گناه نکن، گناهات داره زور عقب میندازه. بفهم نداری بیچاره، بفهم نداری، قوم موسی فهمید نداره، عذاب او کمتر بود از ما چون فهمید نداره. من اصلا نمیفهم امام زمان نیست مگه چشه؟ درسمو که دارم میخونم، دانشگاه هم که قبول میشم، زن و بچه هم میگیرم، چه شغل خوبم پیدا میکنم فلانجا، بود و نبودش چه فرقی میکنه؟ نمیفهمی نداری، در بدترین عذاب الهی ما داریم به سر میبریم. اون روز آقا میاد که بفهمی امام زمان پرادو نیست، امام زمان رشته تحصیلی نیست، امام زمان زن بچه خونه نیست. زیارت جامعه چی میگی؟ به نفسی و ولدی و مالی و عسرتی، همه چی مونه تو خانواده هم زن بچه. اون روزی که بفهمی نداری. من عبا دارم بگم امام حسین، دوست دارم بگم امام زمان سال 61 هجری که یه خورده شاید ماها رو به خودمون بیاره. مردم ما هم که امروز عهد بستن میگن خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، اگر دست بردارن از عهدی که بستن سیلی محکم خواهن خود. چقدر خوشبختن کسانی که فهمیدن دیدن وجه همین آقای سید علی رهبر عزیزمون بارقه از وجه الله هست. بعضی باور نمی کنن، نه باور دیگه سخته. ابو لهب هم اینطور بود، تبت یدا ابی لهب مثلا، می گفت همیشون پیغمبر شده، همیشون این که بعد از خود ماست پیغمبر شده، الان ما خود حرف می زن. نه بچه خوبی که هست حرفی نیست، اما خوبی پیغمبر شده چیه؟ همیشون امام زمان علیه السلام فرمود که ما مراقب احوال شما هستیم. معقولش اینه
امام زمان علیه السلام و بابون الله الفدا نگران احوال ما باشه 24 ساعته بیش از همه آحاد امت اسلامی در جهان به ایشون نگاه کنه، مراقب ایشون باشه. کسی که بیش از همه در پرتو نگاه مهربان و محافظانه بقیت الله الاعظم است چه خواهد شد؟ میفهمی؟ او دیگه دست خودش نیست. تصمیم بگیرید در راه امام زمان، در راه ولایت فقیه بمیری، هم بذاری، کسی روز قیامت کمکتون نمی کنه. اون گناه های شخصی هم که بخشیده میشه، ظلم به ولی الله بخشیده نمیشه، تو همین دنیا مجازات میشه، ولی الله بخشیده نمیشه، تو همین دنیا مجازات میشه. ای سید ما، ای مولای ما، ما اون چه باید بکنیم انجام میدیم، اون چه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام خدا خواهم کرد. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی، پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما.